السلام علیکم بیننده های عزیز و گرامی. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار و تازه ترین خبر و گزارش ها از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می نمایم بیننده های عزیز. در استودیو یار محمد صمد و صنوبر عبدالحمید و توجه نمایید به سرخط گزارش ها. کمک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عبارت از مساله ساختمانی به آیده های اضافت طبیعی ضرر دیده در ناحیه بخش ارسال کرده شد. برای دستگیری آیده های از آفت طبیعی ضرر دیده کاروان کمک های ساکنان ولایت سغد به شهر کولاب وارد گردید. پیشگیری از پهنشوی هر گونه بیماری های سرایتی در برابر دیگر عامل های پروفیلاکتیکی از توزیع آزاده نگه داشتن محیط زیست وابستگی دارد، اما بی اهمیتی مسئولان در شهر پنجکند مشاهده می شود. در ناحیه تاجیک‌آباد در زمین های نزد حولگی قطار باغ و زمین های کشاد کشت بهاری ادامه دارد. رشد توریسم داخلی، سیاحی اکولوژی، کوهنوردی، شکار و غیره. شرح پورای خبرها. رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت دستگیری ساکنان و سری وقت برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی در شهر و ناحیه های ولایت ختلان تدبیرهای ضروری را عملی می نمایند. امروز در دایره اقدام های بشردوستانه برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی و کمک سری وقتی به آیله های از آفت طبیعی ضرر دیده در ناحیه وخش ولایت ختلان کاروان کمک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عبارت از محصولات ساختمانی ارسال کرده شد. گزارش نوردین قربان. امروز اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره اقدام های بشردوستانه برطرف نمودن عاقبت های آفت طبیعی و کمک سری وقتی به آیله های از آفت طبیعی ضرر دیده در ناحیه وخش ولایت ختلان کمک نمودند. کمک پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان عبارت از 40 تن ارماتور، 200 متر مکعب تخته، 200 تن سمنت و به مقدار ضروری بمب‌پوش می باشد که برای سری وقت بنیاد و نوسازی کردن منزل های استقامتی ساکنان از آفت طبیعی ضرر دیده پیش بینی شده است. غمخوری و دستگیری دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان نسبت به ساکنان ناحیه وخش که از آفت طبیعی چند روز اخیر ضرر دیده اند باعث روح بلندی آیله ها گریده آنها خود را در این روزهای دشوار تنها حس نمی کنند. این تدبیرها در دایره تطبیق سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. سری وقت کمک کردن به آیله های ضرر دیده و انتقال دادن مصالح ساختمانی برای از نو بنیاد کردن منزل های از آفت طبیعی ضرر دیده از جمله غمخوری های رعیت پرورانه دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد که در این روزها نهایت تدبیری مهم و روح بلند کننده به حساب می رود. باید تاکید نمود که پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از روزهای اول سر زدن آفات طبیعی در شهر و ناحیه های ولایت ختلان تدبیرهای به تاخیر اندیشیده فوراً جهت رساندن کمک به آیله های ضرر دیده اقدام های ضروری را عملی نمودند. در این لحظه های دشوار برای ساکنان از آفات طبیعی ضرر دیده پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در فکر هر فرد وطن بوده به خاطر حفظ سلامتی و حیات ساکنان کشور تمام تدبیرهای مهم و سری وقتی را انجام می دهند. نوریدین قربان، بهادری استم، بحریدین زائر برای برنامه اخبار. برای دستگیری آیله های از آفت طبیعی ضرر دیده کاروان کمک های ساکنان ولایت سغد به شهر کولاب وارد گردید. در شهر کولاب با دستگیری و تحت توجه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تدبیرهای برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی ادامه داشته، انفراساختار لازمه برقرار و منزل های خراب گشته از نو بنیاد میگردد. ادامه این موضوع در گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در پرتو هدایت های بشردوستانه پیشوای ملت و تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب مقامات اجرایی کننده دولتی ولایت سغد به شهر کولاب کاروان کمک عبارت از 13 عدد ماشین پربار از جمله 17 تن آرد، 13 تن کارتوشکا، 7 تن پیاز، 4.5 تن برنج، 1.2 تن روغن، 4 تن سبزی، 3.2 تن ماکارون، 1.2 تن شکر، 400 کیلوگرم گوشت پارزی پرنده، خالین مجموعی رخت خواب و 24 تن سمنت وارد گردید. با مقصد رساندن کمک اهالی ولایت سغد که برای ضرر دیدگان از آفت طبیعی در منطقه کولاب ولایت ختلان بر وقوع آمده بود حاضر شدیم.
قید کردن به موارد است که طبقی جدوجهدی سروری دولت و اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در تاجیکستان فضای یکدلی و یکدلفهمی و وحدت ملی خبرجا میباشد. نمایندگان مناطقی گوناگون جمهوری دسترس گردیدنی مواد لازمه برای ضرر دیدگان از آفات طبیعی این بازگوی این گفتگو میباشد. ما هم وقت برای دستگیری مردمی شهرمند ولایت قتلوند از جمله شهر کلوب ما وقت آماده میباشیم. ساکنان شهر کلوب از چنین کمک و دستگیری ساکنان ولایت سوق اسواری سپاس نموده، این اقدام را نشانه عالی وطن دوستی و همدلی مردمی شریف کشور ارزیابی میکنند. ما میتوانیم این مشکلات را تنها در یک همدلی و یک دیگر فهمی دست جمعی و در اتحاد برطرف نماییم و امروز ما اطمینانمون باز هم کامل شد که ما مردمی شرفمند شهر کلوب تنها نیستیم و به همه آن نفرانی که امروز از تمام تشکیلات و اداره هایی که به مردمی ضرر دیده کمک خود را رسانیدم اظهار سپاس و قناعتمندی می نمایم. برای برطرف سازی عاقبت های آفات طبیعی و تامین اویله های از آفات طبیعی ضرر دیده با مواد لازمه تا امروز به شهر کلوب کمک های رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی عبارت از مواد خوراکی و مصالح ساختمانی از جانب مقامات دولتی صاحب کاران و شخصان وطن دوست و 13 شهر و ناحیه منطقه باختر ولایت قتلان کمک ها دسترس گردیده است. در شهر کلوب کمیسیای ستاد اوید بر رفع عاقبت های آفات طبیعی فعالیت داشته، علاقه ساختمان منزل های پوره خراب گشته ساکنان شروع گردیده است. در دایره نقشه شورابینی ستاد مذکور انفراساختار لازمه نیز برقرار کرده می شود. 10 محله های شهر بابین شو که تامین گردیدند، علاقه قسمت مکانیکی با پای استفاده شده با کار در آورده شد، بعضی کار مانده است که اونها در نوبت خود برطرف کرده می شود. به اندیشه مسئولین باید عاقبت های آفات طبیعی زودتر برطرف و بیش از 40 منزلی خراب گشته در ظرف 2 ماه پورا ساخته به صاحبانشان تقدیم کرده شود. بیننده های گرامی برنامه اخبار را ادامه می دهیم. در جلسه نوبتی اجلاس دویم مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم که امروز تحت ریاست رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان محمد طاهر زاکرزاده برگزار گردید، لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات اوید به فعالیت سودها و سازشنامه قرضی بین جمهوری تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید بروش اوید به لایحه های آب تامین کنی و رز شهر کلوب موردی بررسی قرار داده شد. ضمن بررسی لایحه قانون جمهوری تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات اوید به فعالیت سودها گفته شد که لایحه مذکور با مقصد شفاف و آشکارا برگزار نمودن مرافعه های سودی، کفالت محاکمه عادلانه سودی، گسترش رابطه های مقامات سودی با واسطه های اخبار عامه جانو کردن فعالیت سامانه های سودی، قبول سند های قانونی و اساسناک، تحکیم باوری شهروندان به حاکمیت سودی و فراهم آوردن شرایط برای دسترسی جامعه به اطلاعات اوید به فعالیت سودها تهیه گشته است. در اجلاسیه ضمن بررسی سازشنامه قرضی بین جمهوری تاجیکستان و بانک اروپایی تجدید و رشد اوید به لایحه آب تامین کنی و کاریز شهر کلوب ذکر شد که مقصد اساسی لایحه ساختمان و برقرار سازی آبانبارهای موجوده، بهتر گردانیدن صفت به ضرر گردانی و با آب تازه نوشاکی تأمین نمودن اهالی شهر کلوب می باشد. 14 می سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده جهت اشتراک در جلسه 8 کمیسیای بین حکومتی تاجیکستان و ازبکستان اوید به همکاری تجارتی و اقتصادی با جمهوری ازبکستان سفر نمودند. خودی همین روز پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیویف سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده را به حضور پذیرفتند. جانب ها ضمن ملاقات مسئله های مهمی همکاری را مورد بررسی قرار داده، اوید به رشد بخشیدن مناسبت های دو جانبه فکر و ملاحظه های سودمند بیان نمودند. نیمه دومی روز سروزیر مملکت با فعالیت کارخانه های صنعتی و انشاءات انرژتیکی شهر تاشکند شناس شده، جانب ها اوید به تأسیس کارگاه و کارخانه های استحصالی مشترک در حدود جمهوری تاجیکستان ابراز نظر نمودند.
مسئله سری وقت پرداخت نمودن مزد مهنتی کارمندان ساحه‌های گوناگون اقتصاد مملکت عامل مستویدت کننده با بالاروی سطح زندگی اهالی به حساب رفته زیر نظارت دائمی حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. اوید با برطرف سازی قرضی مزد مهنت امروز در شهر دوشنبه با اشتراک نهادهای دخلدار جلسه کاری دایر گردید. وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان همچون مقام وکالتدار در هماهنگ سازی فعالیت وزارت و اداره ها در سمت ادارکنی دولتی حفظ مهنت جهت نظارت پرداخت سری وقتی مزد مهنت کارمندان مؤسسه و کارخانه ها پیوسته تدبیرهای ضروری را عملی می سازد. در چورابینی گفته شد که با وجود زیر نظارت قطعی قرار داشتن فعالیت ستادهای دائم عمل کننده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر و ناحیه های جمهوری وز در سمت برطرف سازی قرضداری مزد مهنت بهبودی طلب می نماید. وابسته به این مسئله در چورابینی مذکور حسابات رهبریت خدمات نظارت دولتی در ساحه مهنت مهاجرت و شغل اهالی شنیده شده نمایندگان وزارت و اداره ها معاونان رئیسان ولایت ها شهر و ناحیه ها رئیسان ستادهای دائم عمل کننده اوید به برطرف سازی قرضداری مزد مهنت اینچنین رهبران کارخانه و تشکیلات هایی که از پرداخت مزد مهنت قرض دارند از نتیجه فعالیت و درباره سبب ها و چاره های اندیشیده شده در سمت پیشگیری از پیدایش و پرداخت قرض از مزد مهنت کارمندان معلومات دادند. برنامه اخبار را ادامه می دهیم. بیننده های عزیز، پیشگیری از پنشوی هر گونه بیماری های سیریاتی در برابر دیگر عامل های پروفیلاکتیکی از توزیع آزاده نگاه داشتن محیط زیست وابستگی دارد. باعث نگرانی است که نه در همه شهر و ناحیه ها به توزیع محیط زیست اعتباری ضروری داده می شود. گزارش خبرنگاران ما از شهر پنجکن در این خصوص تهیه شده است. حفظ محیط زیست و توزیع آزاده نگاه داشتن آن یکی از عامل های مهم پیشگیری از هر گونه بیماری های سرایت کننده. تامین توزیع و پیش از همه برای سلامتی اهالی مساعدت بیشتر می نماید. مسئولیت توزیع و حفظ و حمایت محیط زیست به دوش نهادهای مربوطه ساحه واگذاشته شده است و آنها وظیفه دارند که از روی قانون و سندهای قبول گردیده و عمل کننده محیط زیست را نظارت کنند و آن را از همه گونه آلودگی و افراز شوی نگاه دارند. باعث نگرانی جدی است که در قسمت شهر و ناحیه ها به حفظ و حمایت محیط زیست توزیع و پاک و به آلایش نگاه داشتن ثروت های طبیعی خاصه آب اهمیت ضروری و درکاری داده نمی شود که این باعث افراز شوی و به پرتوگاه تبدیل یافتن محیط زیست و افراز شوی آب می گردد. این منظره ها از شهر پنجکن، از ساحل و کنار دریاهای ماغیان و زرفشان که از حدود جماعت دهات سوجینه می گذرند روی نوار آمده است. اهالی و باشندگان ده و دهکده های حدود جماعت شاید از بی‌اعتنایی باشد و یا به اهمیتی و به مسئولیتی مسئولین ساحه های دخلدار شهر که پرتوهای معیشیشان را در ساحل رود و دریاها می پرتند. این منظره ها در نظر خیلی هم حزن‌انگیز و رقت‌آورند زیرا دیده و دانسته به دریا پرتوفتن پرتوهای بدبوی و افلاس این به یگان معیار راست نمی آید. آخر این آب پاک است و نشاید که در آن سنگ و خاک افکنیم و آن را آلوده و پالوده گردانیم. ناسالمی و افلاسی محیط زیست را دیده سوال کس را دامنگیر می شود که آیا مسئولین بخش حفظ محیط زیست و کرسی نشینان مسئول مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن نخود بار هم به این موضع گذر نکرده باشند و یا می دانند و آب روان بخص و خوشاک نیز گفته به این منظره از پس پنجه می نگرند. مسلم است و این اخلاط توده و پرتوهای موها تازه نشده از آن گواهی می دهد که اکسیه های توزگی ساحل تنها روی قاغذ ثبت می شوند و نه در ساحل دریاها گذرانیده. حالت دیگری که نهایت دهشتبار هم گویم خطا نمی کنیم این نبودن حوضهای تکشین کنی، بی‌ضررگردانی و نگهداری پرتو آبهای کانالیزاسیونی در قسمت شرقی شهر می باشد. کانالیزاسیا یک قسمت شهر انا با همین جوی همراه شده با بوی بد و افلاس کنندهش از میان محله های اهالی نشین گذشته به یکان پاکاری و به ضررگردانی باید دریای زرفشان رفت این ممکن است شاید در این میان سوال پیدا شود که ممکن است این منظره ها از چشم مسئولین کمیته و وزارت ها ولایت سوخت و مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر پنجکن پنهان مانده باشد و از این حالت تشویش‌آور آگاهی نداشته باشند. می اومدن همین حالت را می دیدن. می رفتن یکی یکو بعدی رفتن اونو
اگر چاره دیگه نمیشد. البته بعد دیدن و شنیدن این ایانیت ها دیگر حاجت به بیان بیشتر نمیموند و این قضیه را به مسئولیت کاری و کاربری مسئولین نیازهای مربوطه ساحه حواله میکنیم. قلابی و بروه فریب از خود کردن مبلغ معین جنایت خصوصیت کروپسیونی به حساب می رود. متاسفانه این عمل ننگین را در اکثر مورد نمایندگان مقامات سودی انجام می دهند. در نتیجه گذرانیدن عملیات فوری جستجویی از جانب کارمندان اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا، چنین عمل غیرقانونی آشکار و عاملانش بازداشت شدند. گزارش خبرنگاران ما. در برابر صادر گردیدن جنایت های کروپسیونی، مسئله دیگری که تشویش آور باقی مانده مورد نگرانی قرار گرفته است، این صادر شوی جنایت های قلابی خصوصیت کروپسیونی داشته از جانب کارمندان مقامات دولتی به حساب می رود. چنانچه سنه 7 می سال 2021 شهروند ا با اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان با عریضه مراجعه نمود که نسبت سردار شعبه جنبستگونی عملیه سودی عالی جمهوری تاجیکستان اسمت زاد حکمت الله وطن چاره‌های قانونی اندیشیده شود، زیرا نامبرده تخمیناً اولهای سال 2021 از او برای بیکار کردن حلنامه سود شهر کلاب وابسته به بحث مال و ملکی مبلغ 30,000 سومانی طلب کرده، از این مبلغ سنه 29 اپریل سال 2021 5,000 سومانیش را گرفته باز آورده دادن باقی مانده آن را طلب نموده ایستاده است. در این اساس 7 می سال 2021 نسبت اسمت زاد حکمت الله وطن با ماده 247 قسم 3 بندی ا کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده، نامبرده خودی همان روز ضمن از طرف کارمندان اگنتی گذراندن چوربینی های اپراتیوی تفتیشاتی بعدی از شهروند اودینایف گرفته به تصرف خود درآوردن مبلغ 15,000 سومانی بازداشت کرده شده، مبلغ مذکور از او یافته گرفته شد. سنه 7 می سال 2021 در ناحیه سینا 15,000 سومانی را آورده بود. نتیجه گذراندن چوربینی اپراتیوی از طرف کارمندان اگنتی مرا روز 7 می اینچنین در رفت تفتیش پیشکی شهروند و با عریضه به اگنتی مراجعه نمود که اسمت زاد حکمت الله وطن با راه قلابی، یعنی برای بیکار کردن حلنامه سود شهر کلاب و با منفیت آخران حل نمودن بحث شهروندی، مویس انتیابری سال 2019 در دو حالت مبلغ 21,000 سومانی طلب کرده گرفته آن را تصرف نموده است. نسبت اسمت زاد حکمت الله وطن چاره پیشگیری در نمودی به حبس گرفتن تطبیق گردیده، تفتیش پیشکی پرونده جنایتی ادامه دارد. اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا جمهوری تاجیکستان از شهروندانی که به دام فریب اسمت زاد حکمت الله وطن افتادند خواهش می نماید که در این باره به اگنتی مراجعه نمایند. عین زمان در ناحیه تاجیک‌آباد در زمین‌های نزد حولیگی قطوری باغ و زمین‌های کوشاد کشتی بهاری ادامه دارد. این سال کشاورزان ناحیه باید در میدان 2086 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانند. حالا کشتی این نمودی سبزیجات در بلندکوها آغاز گردید. گزارش نوروز شاهی عزیز الله از ناحیه تاجیک‌آباد. کارکرد بین قطارهای کارتوشکا در زمین‌های هموار و آغاز کشتی آن در موضع‌های بلند. در ناحیه تاجیک‌آباد 5 موضع بلند موجود است که همسالا کشاورزان از آن حاصل فراوانی این نمودی سبزیجات به دست می‌آورند. برابر پیدا شدن امکانیت هدف خواجگی داران به آن روانه کرده شده است که سری وقت دورنمای کشتی کارتوشکا را اجرا نمایند. برای سنگ گذاشتن در تامین امنیت آزوقه‌خوری مملکت کوشش به خرج می‌نماییم که از هر یک روز آفتابی ثمرانوک استفاده نموده، با استفاده از هر یک وجب زمین حاصل فراوان زراعت های کشاورزی را به دست بیاریم. امسال در ناحیه تاجیک‌آباد در همه شکل‌های خواجگی‌داری در میدان 2086 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانیده می‌شود. این موسم کشاورزان ناحیه تاجیک‌آباد تکنیک و ماشین‌آلات نوی کشاورزی دسترس نمودند و با روانه‌کنی این و دیگر امکانات تلاش دارند کارهای ساحرویی را سری وقت به انجام رسانند. در زمین‌های نزدیکی و در زمین‌های کوشاد کشتی کارتوشکا، سبزی، پیاز، پومیدور، لبلبون، نخود، خریب که همه سبزیجات کشت با مردم رفته است. تا امروز تقریبا در میدان زیاد از 1400 هکتار کشتی کارتوشکا گذرانده شده است که تقریبا 70% اجرای دورنما را تشکیل می‌دهد. با درک آن که تدریجاً طلبات به مواد غذایی بیشتر می‌گردد، خواجگی‌داران نقشه دارند که استفاده ثمرانوک زمین‌های نزد حولیگی و قطار بین باغ را تامین کنند. همه شمه پر
دل کرده که بود بواره هست که امسا بسو حاصلی دلخواه ما به دست میاریم و در بین قطارها باشد همه نموت محصولات از اون جمله کارتوشکا سبزی پیاز لبلبون و دیگر نموت لوبیاگیو کرده که در بین قطارها بهتر نمودن استفاده سمرانوک زمین های نزدی حولگی شرایط فراهم آورد که امکانیت برای ذخیره کنی محصولات و به دست آوردن درآمد بیشتر بهتر گردد. 10 سطح زمین داریم که از همین لوبیوگی، کارتوشکا، آنکادو، همین همه چیزمونه همین 10 سطح تامین میکنه. ما از بزرگ روستیگه بیچ وقت نمیخریم. این پیوزای، لوبیوگیای، کادوای، بودرینگای، همینو همش مو ایمی 10 سطح خدمونه تامین کرده ایسودی. حالت کنونی جامعه جهان تقاضا دارد که استفاده زمین بهتر گردانیده شود. همین است که ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد در دایره دستور و سفارش های رهبریت دولت و حکومت مملکت هدف دارند که استفاده سمرانوک زمین های کشاد، قطار باغ و نزدی حولگی را تامین و سمرانوکی زمین را بلند بردارند. نوروسی عزیزالله محمدسید کمال، برنامه اخبار. در شهر و ناحیه های ولایت ختلان برابر زمین های خواجگی ها همچنین زمین های نزد تشکیلات و مؤسسه ها نیز مقصدناک استفاده کرده می شود. در زمین های نزد مؤسسه دولتی بیماری های سیلی ولایت که یک گکتر را در بر می گیرد مسئولین کش گذرانیده از آن حاصل فراوان می رویانند. گزارش خدایداد رجب و اسکندر سعید. کلکتیو مؤسسه دولتی بیماری های سیلی ولایت ختلان وابسته به شرایط موجوده معالجه بیماران را براه مانده همزمان جهت تامین آنها با محصولات طبیعی غیزانوک استعمالی برابر خریداری تر و تازه آن از بازارها همزمان پرورش یک زمره آن را در زمین های نزد مؤسسه خود نیز براه ماندند. طور مسئولین اطلاع دادن زمین های حدود مؤسسه یک گکتر بوده از آن به طور لازمه بهره برداری کرده می شود. طبیبان امسال به مقدار 500 کیلوگرم کارتوشکا کش کرده در نتیجه خوب براه ماندن مرحله های پرورشی آن علاقه حاصل را جمع آوری کرده امروزا از آن برای تامین بیماران مؤسسه استفاده می برند. طبق دستور سپاریش های اساسگذار سلو وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که در هر یک پیام و برآمدهایشان تاکید می نمایند که هر یک فردی که در جمهوری تاجیکستان زندگی می کند باید 2 ساله ذخیره خوراک داشته باشد. ما کارکنان بیمارخانه سیلی ولایت ختلان اقدام گرفته ایم که یگان پارچه زمینی که در حدود بیمارخانه است خالی نگذاریم. امسال در زمین های حدود بیمارخانه قریب 500 کیلو کارتوشکا کردیم که از اون ما یکم حاصلش رو گرفتیم. طور مشاهده گردید در مؤسسه مذکور برابر پرورش و استحصال محصولات گوناگون غذایی از قبیل کارتوشکا، سبزی، لبلبو، ماش، نخود، لوبیادانگی ها و دیگر نمود سبزوات بروقتی همچنین درختان گوناگون میوه‌دهندگان گوبین کرده شده از حاصل آن نیز مقصدناک استفاده میبرند. اینچنین رهبریت مؤسسه دولتی سیلی ولایت با تشکیل یک گرمخانه دائم عمل کننده در مرحله اول پرورش گلهای گوناگون را براه مانده از آن در زینت بخشیدن صحن بیمارخانه استفاده کردند و اکنون در مرحله بعدی در داخل گرمخانه پرورش پمیدار را براه ماندند. در انبارخانه بیمارخانه باشد طبیبان محصولات گوناگون استعمالی را به قدر کافی ذخیره نمودند. از آن سببی که بیمارای ما به خوراک غیزانوک نیاز دارند ما در حدود بیمارخانه زراعت های غیزانوک را کشیدیم که به بیمارای ما دسترس کرده می شود. وعده می دهیم که امسال بیماری های ما به خوراکای غیزاگی نمی مانند. همین ترتیب کار در شعبه مؤسسه دولتی مرکز مبارزه بر ضد بیماری های سیل در جماعت دهات زرگر ناحیه کوشانیان نیز براه مانده شده امروز نش و نمای زراعت های پرورش کردیده خوب ارزیابی میگردد. ما کارمندان شعبه پالیاتیوی مؤسسه دولتی بیماری سیلی ولایت ختلان تصمیم گرفتیم زیاده از 4 گکتر زمین داریم پالیزی و دیگر زراعت های کشاورزی را کش نمودیم تا که در آینده بیماران و کارمندان از آن استفاده برند. طور طبیبان مؤسسه مذکور ابراز داشتند با چنین طرز استفاده نمودن هر وجب زمین کرم از بسیار جهت به منفعت بوده بخصوص در سمت تامین فراوانی محصولات غذایی مساعدت می نماید. خدایداد رجب، اسکندر سعید برای برنامه اخبار.
با استفاده از وضع هوای مساعد، مسئولین مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه شهرستان ولایت سوغ برای بنیاد جنگلزاری نو به پرورش نیهال در نیهالخانه های کارخانه مشغول هستند. جنگلزار در تازه نگاه داشتنی هوا و محیط زیست سهم نظر است دارد. ادامه این موضوع در گزارش مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان. امروز در مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی ناحیه شهرستان طبق نقشه چاره‌بینی اگنتی دولتی خواجگی جنگلی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه و زحمت جنگل پروران، 3 هکتار جنگلزار توسط شنوندن نیهالان نوبر اچه های گوناگون برقرار و 11 هکتار باغ نو بنیاد کرده شد. از این شماره 0.5 هکتار باغ نیهالان سیب و نوک، زردالو و بادام و چارمغز و آلو و 10.5 هکتار دیگر را باغ نیهالان خوش تشکیل می دهد. زیرا میوه و نوشابه خوش از نظر عالمان ساحه تیب و اکثر بیماری ها از قبیل فشار بلندی رگ های معینه سر، دل و جگر و گرده و سپورت دوای به همتا شمارده می شود. از جانب دیگر میوه خوش در بازار جهانی جایگاه مشخص داشته، صادرات آن به غنی گردیدن بودجه دولتی باعث می گردد. جنگل پروران نهالان میوه دهنده و خوش را از نهالخانه خرید مؤسسه دسترس می نمایند. فعلا در نهالخانه مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهرستان که 1.6 هکتار را در بر می گیرد، 8000 بیخ نهال سفیدار، 14000 بیخ کوچت های از تخمه ها سبزانیده ارچه زرافشانی، کاج کبود، سنوبر، مجویلنی، کاج تیانشانی و ارچه های دیگری به اقلیم نوحی شهرستان مطابق گردیده پروریش میوبند. در این زمینه مسئولین، مهندسان و جنگل پروران برابری بنیاد باخای نوی نهالان میوه دهنده خوش و برقرارسازی جنگلزار، باخای نوی نهالان میوه دهنده خوش و برقرارسازی جنگلزار با استفاده از روزهای مساعد فصل بهار و پاشیدن تخمه های ارچه های گوناگون و شنوندن کوچت های کاج کبود و تیانشانی که با نرخ های جهانی به فروش رفته و با مؤسسه درآمد زیاد اقتصادی آورده، در بالاروی سطح زندگی کارمندان موقع کلیدی دارد، مشغول هستند. باز در نیهالخانه کوچت های برای زیاد نمودن کوچت های آرایشی از قبیل کاج کبود، کاج تیانشانی، باز من کارهای شنوندن رفته استوده است، کوچت های ما شنونده استودیم. تا همین دوره ما 8000 بیخ قلمچی سفیدور شنونده و پرویش کرده استیم، 2000 بیخ ارچه شرقی، میدانی تشکیل کردگیمون 10 ستور رو تشکیل می نماید. بنیاد جنگل همون 11 گیکتر به رسید. از این 15 گیکتر خوش 5 گیکتر نیهولوی اومخته می باشد که برخوردکنی جنگل به میدان 3 گیکتر رسوندیم. پردکنی زیچی نیهولو 4 گیکتر رو تشکیل میگرد. فعلا در مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه شهرستان 47460 گیکتر میدان عمومی موجود میباشد که 23000 گیکترش جنگل پوش شمارده میشود. این مقدار جنگلزار در 3 منطقه دره سبز، شهرستان و موضع بورگین دامن پهن کرده است. امروز جامعه مهنتی مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ناحیه تمام جد و جهد خویش را بر آن روانه کردند که با برقرار سازی بنیاد جنگلزار نو در سالهای عمل رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی، ناحیه شهرستان را به منطقه سیاحی تبدیل داده و سیاحان داخلی و خارجی شرایط مکمل تماشای استراحت مهیا سازند. مضبوط بابازاده از ناحیه شهرستان برای برنامه اخبار. ادامه اخبار. در شهر دوشنبه بخشیده به روز بین المللی اویله، چورابینی فرهنگی با برگزار نمودن محفل های گوناگون دایر گردید. مسئله هایی که در چورابینی مذکور مورد بررسی قرار گرفتن این آماده نمودن جوانان با زندگی مستقلانه و پیشگیری جدا شوی اویله های جوان بودند. گزارش خبرنگاران ما. همه سال 15 می همچون روز بین المللی اویله تجلیل کرده می شود. در جمعات تنتنوی که بخشته به روز بین المللی اویله در شهر دوشنبه با تشویق کمیته کاربوزنان و اولی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی کمیته دولتی شهر دوشنبه برگزار شد، نمایندگان تشکیلات اداره و دوره واسطه ساکنان از جمله اویله جوان اشتراک نمودند. موضوع و مسئله که در چورابینی مذکور مورد بررسی قرار گرفت جهت اجرای کنسپت رشد اویله، استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 که در بابهای علایده آن تحکیم مناسبتهای اویلوی و پیشگیری ضروروری پیشنهاد گردیده است. این طرز و اصولی مستحکم نمودن اویله، مقدسات و راهی حل و فصل مشکلات پیش میآمده در اویله و اویلهداری بودند. قید کرده شد که تنها در صورت زندگی کردن شخص در محیط اویله سالم میتواند به هدف خود رسد. آبادی و پیشرفت و ترقیات وطن از اویله سالم سرچشمه میگیرد. گفته شد که هر یک نفر را میباید
در باره سالمی جامعه که از پایداری اویلا وابستگی کلان دارد کوشش نماید و با این وسیله در پایداری ملت سهمگذار باشند. برای بالیده روحی اشتراکیون چهارابینی از جانب هنرمندان برنامه رنگین کنسرتی تشکیل کرده شد. برنامه کنسرتی از شعر و سرود و ترانه‌های وطن دوستانه عبارت بوده دقت اشتراکیان را به خود جلب کرد. بابکان نمی‌زاده، بهادر استم، اخبار. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اویلا را چون عضو اساسی جامعه معین نموده است. در این برابر ده ها سند معیاری و حقوقی وابسته به اویلا عمل میکند که بر رشد و تحکیم آن، پیشگیری زورآوری در اویلا و حفظ نمودن حقوقهای اعضای اویلا روانه گردیدند. اویلا در فرهنگ مردم کهن بنیاد تاجیک همچون نهاد مقدس اعتراف گردیده است، زیرا بهترین ارزشهای انسانی از قبیل محبت و صداقت، صمیمیت و وفاداری و همدیگر فهمی و تحملگرایی محض در آن تشکل می‌یابند. انسان به واسطه اویلاداری نه تنها خوشبختی را به دست می‌آورد، بلکه اساساً همه مشکلی‌های و دشواری‌های زندگی پس از اویلاداری سر می‌شود، زیرا انسان بعد از خانه‌دار شدن به تربیه نسل نورست می‌پردازد و این یکی از وظایف‌های مهم‌ترین انسانیت است. تربیه کردن و بابایی و رساندن فرزندان وظیفه پدر و مادر در نزد وطن، در نزد خلق میباشد. با مقصد به حیات مستقلانه آماده نمودن جوانان و پیشگیری از عاقبت های ناگوار خرافات پرستی، در کالج انفرماتیکا و تکنیکای کامپیوتری شهر دوشنبه با اشتراک متخصصان و آموزگاران و دانشجویان جمع آمد دایر گردید. من میخواهم که اویله ها در کشور ما اویله های مستحکم باشند، اویله هایی باشند که خوشبختانه زندگی کنند، با قدر همون زحمت های پدر و مادر همش برسند، با رسم و آیین های ملی را رعایت کنند. ولی متاسفانه امروز ما بسیار دچار میشیم، من همچون یک زن، همچون یک رئیسی زن ها، بسیار اویله ها جدا میشوند. برای چی سببش رو من فکر کرده به همین خلاصه میایم که این آماده نبودن به اویله داری، از بیفهمی، به قدری زندگی وای نرسیدن. وقتی که آدم با سواد است، وقتی که وای به قدری همین اویله و اویله داری میرسد و آدم با سواد همه چیز رو اندیشه میکنه. گفته شد که مهمترین کاری که انسان در حیات خود انجام میدهد این بنیاد اویله سالم و نمونوی میباشد. محبت و احترام یکدیگر در اویله بزرگترین و مقدسترین رسالت انسانی میباشد. نقش کلیدی اویله همچون جزئی اساسی جمعیت در تربیه فرزند سالم با معرفت و وطن دوست و سوکالون است. عایشه ستار، بهادر حسنزاده، اخبار. با اقدام ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی و بخش کار با زنان و اویله نزد مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سغد بخشیده به روز اویله در شهر و نایه های چرابینی های معرفتی دایر کرده شد. در چرابینی هایی که در شهر خوجند، استقلال و ناحیه مسچوه برگزار شد، اویله های نمونوی، نوخانداران و جوانان اشتراک نموده، وابسته به پایداری اویله و دیگر مسئله های اویلوی و اویلداری نظر و اندیشه های خود را بیان داشتند. محمود احمدزاده و دلشاد یوسفی گزارش می‌دهند. در ولایت سغد از طرف ریاست ثبت اسناد حالت شهروندی بخش کار با زنان و اویله نزد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد بخشیده به روز اویله که هم سال سنه 15 می دایر کرده می شود جمع آمد دایر گردید که در آن نمایندگان مقامات دولتی، اویله های نمونوی، جفت های جوان نوخانه‌دار، پیران روزگار دیده، عالمان جامعه شناسان شرکت نموده در برابر برگزاری محفل دایر به یک قطار لایحه و برنامه های دولتی که وابسته به مناسبت و پایداری اویله ها مساعده نمود نکته و نظر خیش را بیان داشتند. از جانب مسئولین، کارشناسان و شخصان روزگار دیده ذکر کردید که قبول دو قانون ملی، قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم ها در جمهوری تاجیکستان و قانون جمهوری تاجیکستان درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، از یک طرف باز یوشوی اویله های نو مساعده نمود، از طرف دیگر نقش والدین برای آماده نمودن جوانان به حیات مستقلانه بلند برداشته می شود. جاری گردیدن تشخیص طبی حتمی به جوانان پیش از برپا نمودن اویله ها و منع نکاح خیش و تباری نیز از عامل های مهم تحکیم اویله داره می باشند. بایستی افتخار است که در تاجیکستان عزیز ما با شرافت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان با اویله موقع آن در جامعه مستحکمی و پایداری اویله اهمیت خاصه داده شده، تدبیرهای مشخص اندیشیده می شوند. زیرا اویله اساس جامعه بوده، مستحکمی آن
از آیله وابستگی کلان دارد. در محفل نقطه تاکید کردید که در 3 ماه سال روان در شهر و دیهات ولایت سوخت 5504 عقد نکاح شهروندان به قید گرفته شد. بیکارشوی عقد نکاح نسبت به همین دوره سال گذشته 200 عدد کم شده است که عامل کاهش بیکارشوی عقد نکاح آیله ها تشکیل نقشه چاره‌بینی های ترغیباتی و تشویقاتی، گردش های خانه به خانه آید و کاهش دادن نکاح خویشاوندان نزدیک، معاینه طبی نکاح شوندگان، اینچنین دادن مشورت طبی و ژنتیکی و سالمگردانی جامعه می باشد که به بنیاد آیله سالم زمینه گذاشت. چنین جمعومت بخشیده به روز آیله در شهر استقلال ولایت سوخت از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر دایر گردیده، در این زمینه آزمون جلوه رنگ ها، نمایش لباس و متاهای ملی اطلس و ادرس، چکن و تاجیکانه می پوشد که در هر آینه رعای عرف و عادت های ملی، نگاه داشت فرهنگ نیاگان، خصوصا راه ندادن به ظاهر پرستی ضرور است، تشکیل و گذرانیده شد. در محفل یکچند آیله های نمونوی که سالیان زیاد با هم زیست و زندگی یک جایه گذرانیدن و جفت های جوان و شرکت کنندگان دایر به مناسبت و معامله ها آیله و آیله داره از روزگار خود نقل ها نمودن و گفته شد که از اتفاق آیله بنیاد می شود. بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر استقلال تمام کوشش خود را به خرج می دهد که هنگام بنیاد آیله ها، آیله های نو، آنها استوار، پایدار و سالم باشند و هرگز از هم جدا نگردند. در چاره‌بینی بخشیده به روز آیله در شهر استقلال عقد نکاح جفت نوخانه‌داران گذرانیده شده و کودک نوزاد آیله جلالوف ها شهادتنامه تولد از طرف بخش ثبت اسناد حالت شهروندی شهر استقلال سپرده شد. در فرجام جمعومت قید گردید که جهت پایداری آیله، برگزاری چنین چاره‌بینی ها و ترغیب آیله های سالم و نمونوی، بلند برداشتن معرفت و فرهنگ آیله داره برای استواری آیله باز هم مهم می باشد. در ناحیه مسچاه ولایت سوخت با اقدام بخش ثبت اسناد حالت شهروندی بخشیده به روز آیله چاره‌بینی تنتنوی برگزار گردید. در آن مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ضمن برآمد خیش اظهار داشت که دایر گردیدن چاره‌بینی های مختلف و قدرشناسی آیله های نمونوی و تجربه دار افاده برجسته جایگاه مخصوص آیله در جامعه می باشد. تأکید گردید که در دوران صاحب استقلالی از جانب دولت و حکومت جهت تأمین سعادت آیلوی و مقدس شماریدن آن تدبیرهای سودمند عملی گردیدند. چاره‌بینی که در طرفخانه بوستان برگزار شد، آیله های نمونوی و شخصان برومن از دیهات ناحیه مسچاه شرکت ورزیدند و قید کرده شد که بهر استواری و پایداری دولت و آیله سالم، هر نفر باید در آیله داری نمونه باشد و فرزندان خود را در روحی و تندوستی و افتخار ملی، تحملگرایی و احترام یکدیگر به کمال رساند. ماست از چنین مناسبت‌ها، یعنی یکدیگر فهمی، مهر و محبت، صداقت و متانت پایداری آیله‌ها آغاز می‌گردد. دستور و سپارش‌های محترم پیشوای ملت امام‌علی رحمان را سرمقش کار خود قرار داده، در آینده سمینار و مشورت‌ها، چاره‌بینی‌های گذراندن اصول خانه به خانه برای پیشگیری نمودن بیکارشوی نیکو و ویرانشوی آیله‌ها را براه مانیم. در جمع‌آمد تنتنوی دو آیله جوان که به حیات مستقلانه قدم می‌گذارند، از قید نکاح دولتی گذرانیده شده، با آنها از جانب کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه مسچاه شهادتنامه عقد نکاح رایگان تقدیم گردید. همزمان به این آیله‌ها تحفه‌های خاطره‌ای سپرده شد. حسن و حسین بهادرزاده‌ها در این روز صاحب شهادتنامه تولد و تحفه‌های خاطره‌ای گردیدند. همچون رمز احترام و قدردانی به آیله های نمونوی، تحفه های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در فضای تنتنوی سپرده شد. ادامه اخبار. در دایره 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف، تدبیرهای در عمل تطبیق نمودن دستاوردهای علمی در استحصالات صورت میگیرد. در ارتباط با این در فکولته خیمیای دانشگاه ملی تاجیکستان همایش علمی عملی بین المللی برگزار گردید. گزارش محمد علی سفر. امکانیت به عالمان و متخصصان برای انجام موفقانه کارهای علمی تحقیقاتی در زمینه تاسیس آزمایشگاه‌ها در مؤسسه‌های عالی تعلیمی بیشتر می‌گردد که محققان در دایره 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف فعالیت باثمر دارند. در آزمایشگاه علمی تحقیقاتی کافدرای خیمیای ارگانیکی دانشگاه ملی تاجیکستان که در گذشته از جانب عالمان مجموعه اختراعات در سطح‌های مختلف انجام داده شده است، همزمان با نظرداشت طلبات زمان معاصر ادامه می‌یابد. در ارتباط
شد به تطبیق نمودن دستاوردهای علمی با شرکت عالمان و متخصصان همایش بین المللی علمی و عملی در موضوع مسائل معاصر شیمیا تطبیق و دورنمای آنها برگزار گردید که مهمترین موضوعها در این سمت بررسی و مورد آموزش قرار گرفتند. کاری کنفرانس بسیار با منفعت بوده و برای آینده و رشد این فن زمینه مساعد فراهم می‌آورد، چون که در این کاری کنفرانس زیاده از 80 موادی که پیشنهاد شده است همگی اکтуаلی میباشد و برای بلند کردن گوییم که رشد تفکری تکنیکی و تفکری شیمیایی جامعه از جمله عموماً سوهای گوییم که تمام خوجگی خلق روانه کرده شده است. اعلان 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف برای عالمان و محققان باز یک امکانیت فراهم آورد که با این وسیله تطبیق دستاوردهای علمی در استحصالات را عملا راه اندازی نمایند. ماده‌هایی که در لابراتوری شیمی لابراتوری فکولتی شیمی در آزمایشگاه علمی تقویت فکولتی شیمی حاصل شدن فعالیت ضد ویروسی ضد باکتری داشتند، برای امروز حیات جمعیت خیلی لازمند و همچنین موادهای دارواری در آینده استفاده می شوند. تحقیقات انجام شده عالمان و متخصصان همچنین در تطبیق هدف چهارم ملی صنعت کنونی با صورت کشور نیز زمینه مساعد فراهم می آورد. آموزگاران مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه نوروباد با مقصد بلند برداشتن سویه دانش خوانندگان از روی علم‌های دقیق تدبیرهای ضروری را عملی می‌نمایند، از جمله در دایره تطبیق 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی دقیق و ریاضی در سوهای علم و معارف آزمون و محفل‌های آموزشی گذرانیده می‌شود. ایدیگولی محمود از ناحیه نوروباد گزارش می‌دهد. در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، کارمندان ساحه معارف وظیفه دار شدند که برابر دستگیری های دولت و افراد وطن دوست سطح و صفت تعلیمی را در همه زینه های تحصیلات بلند بردارند. با مقصد عملی شدن مضمون و محتوای پیام، آموزگاران مؤسسه های تعلیمی ناحیه نوروآباد تدبیرهای ضروری را راه اندازی نموده ایستاده است. با مقصد عملی سازی 20 ساله آموزش و رشد فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در مؤسسه یک قطار آزمون‌های گذرانیده شد که شاگردان و فعالان‌ها اشتراک نمودند. با مقصد اشتراک نمودن در آزمون‌های علم فروغ معرفت ما کوشش داریم آموزگاران مؤسسه که شاگردان ما اشتراک نمودند جاهای سازگار را اشغال نمایند. برای بلند برداشتن سطح و صفت تعلیم و تربیت در مؤسسه های تعلیمی ناحیه نوروآباد، آموزگاران از راه و اصول های معاصر استفاده می برند تا سویه دانش خوانندگان باز هم بهتر و خوبتر گردد، زیرا سالهای اخیر در بیشتر دهات دوردست ناحیه مکتب های نو زمانوی بنیاد شده، سیمخانه های برهوا، استخانه های تعلیمی برای کسب آموزی خوانندگان شرایط مهیا نمود که برابر از خود کردن برنامه های تعلیمی صاحب کسب های طلبات بازار مهنت شوند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 14 شهرک دربند قریب 520 نفر خواننده تحصیل نموده. سال گذشته از شماره ختم کردگان بیشتری آنها طریق مرکز ملی تستی سزاوار نام دانشجو شدند. در این مکان علم و دانش آموزگاران به آموختن فنهای طبیعت شناسی دقیق و ریاضی دقت جدی می دهند تا قابلیت ایجادی هر یک خواننده را بلند برداشته آنها توانند در آینده صاحب کسب دلخواهشان شوند. من از خردی کسب همه تیب را دوست می داشتم و در آزمون ها و المپیاده های بین همه ناحیه ها از فن شیمی اشتراک کردم و سزاوار جای های نمایم شد. آموزگاران مؤسسه تعلیمی از همه شرایط های موجوده ثمرناک استفاده برده بهر آن کوشش دارند که شاگردان خود را در روحیه وطن دوستی از خود نمودن برنامه های تعلیمی و صاحب کسب ضروری شدن تربیت کرده و کمال رسانند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه نوروآباد. بیننده های گرامی، چنین بودن خبرهای برای این ساعت آماده شده. برایتون بهترین خوشی های زندگی را تمنا داریم بیننده های عزیز.